تکرار کنم. حالا سلامت روان، سلامت روان، افسردگی در زنان میانسالی، افسردگی و خودکشی و اقدام به خودکشی موفق در کسانی که تنفروش و اسکورت و اینها بودن، آیا میدونید چندین برابر انسانهای عادیه که سطح درآمدشون بسیار پایین تره؟ اینا این دیگه آمارش هست. درسته، کاملا درسته، حرف شما درست. نه حرف شما درسته. خب ببین سلامت روانیشو خب، ولی ممکنه به خاطر تابو هم نیستا آرمین، فکر نکنی به خاطر تابو به روانشون فشار آورده. نه نه چرا اون به خاطر تابوه، اون نه به خاطر تابو نیست. ببینید شما نمیتونید مسائل جنسی، فاطمه حرفت درسته. خب قسمت روانیش دو قسمت داره، یه قسمتش به خاطر تابو بودن و فشار جامعه است، یه قسمتش به خاطر اختلالاتی که به وجود میاره تو زندگی عاطفی شما. خب اون میتونه ذاتی باشه حتی بدون فشار جامعه. خب ولی به قسمت زیادیش به خاطر فشار جامعه است، یعنی خودکشی ها و اینا که داری میگی، اون اگه نبود میتونه بسیاری از اینا رو حذف بکنه. اینکه دقیقاً چقدرش به خاطر فشار جامعه است و چقدرش ذاتیه، اونا هیچ کسی هنوز نتونسته نشون بده. برای همین نه من نه شما باید بیام ادعا بکنیم که چقدرش به خاطر فشار جامعه است، چون نمیدونیم. خب یکی این، ولی اون قسمت سلامتیش حرفت کاملا درسته، ولی به شرطی که اگه کارهای دیگه ای هم که برای سلامتی هزینه داشته باشه به همین شدت تو باهاشون مشکل داشته باشی، چون ممکنه که یه مقدار از حساسیت تو به تنفروشی ماورای اون هزینه برای سلامتی باشه. یعنی تو آیا به خاطر تابویی هست که تو جامعه هست و روی تو هم تأثیر گذاشته؟ یعنی آیا تو خودت فکر میکنی که مثلا یه کسی که تو معدن کار میکنه و برای سلامتیش هزینه داره، تو دقیقا اگه هزینه سلامتیش به همون اندازه بود، تو آیا به همون اندازه با اون کار مشکل داشتی؟ اگر هزینه سلامتی روان و جسم، چون به نظر من روان همون اهمیت حتی بیشتر رو میتونه داشته باشه، اگر سلامتش همون قدر مضر بود که برای تنفروشی هست، بله قطعا مشکل داشتم. مشکل من، میگم من اصلا نه به اعتقادات مذهبی نه به تابو، من واقعا الان دغدغه اصلی من که اصلا مایک گرفتم اومدم بالا خود فرد تنفروشه. من به عنوان یک فاطمه من اینو شنیدم، باید میشه اونایی که گفتی رو دیگه تکرار نکن دیگه، من حرف شما رو دارم قبول میکنم. نه من حرف شما کاملا درسته. ببین سلامتی شما سوالی داشتید من یادم رفت. آها سوالتون این بود، اینو جواب بدم دیگه برم پایین. سوالتون این بود که این فشار روانی که باعث خودکشی و افسردگی میشه توش، چقدر به خاطر اون تابو فرهنگ و فشار جامعه است، چقدر به خاطر خود فرده؟ ببینید من دارم کامل دغدغه من همون فردیشه، اصلا به تابو کار، یعنی اون فرد. شما فکر میکنید که ببین من با چیه فکرتو مشکل دارم آرمین؟ مشکل من با تو اینجاست که تو میگی نه این تن فروش میره افسرده میشه خودکشی میکنه، مثلا یه درصد بسیار بالایش رو اختصاص میدی به فشار جامعه، فشار مثلا خانوادهش باش قطع رابطه میکنن. نه من اصلا به اونش کاری ندارم. آقا شما جامعه رو تصور کن که خانواده فرد، اصلا خانوادهش هم همین کاره بودن، باش مشکلی ندارن. شرمی هم تو جامعه نیست، خود فرد اینجا افسرده میشه نه به خاطر جامعه. سند دارین؟ آیا سند دارین که ندارم، دارم صحبت، دارم دلیلش رو میگم. به خاطر اینکه یکی از اصلی ترین چیزهایی که در میانسالی انسان رو خیلی انگیج میکنه به زندگی، خیلی امیدوار میکنه به زندگی، فرزندان هستن. کانون خانواده، شما خانواده نمیتونی حذف کنی، شما نمیتونی خانواده رو بگی نامان تصمیم گیر، خانواده نمیتونی حذف کنی. رو سلامت روان طولانی ترین ریسرچ هاروارد بود اگه اشتباه نکنم، تو تدم بزنید میاره، اصلا یکی از پربازدیدتریناشه. باش من قبول، من شما اگه انجام دادیم درست. به دلیل بهزیستی افراد که احساس خوشحالی میکنن، تو 70 سال اینا رو فالو آب کردی. بعد تنفروش ها نمیتونن خانواده تشکیل بدن؟ اگه تنفروش ها نمیتونن خانواده تشکیل بدن، آیا فکر میکنید خانواده هاشون به همون کیفیتی میشه؟ نه به خاطر فشار جامعه به همون کیفیت نخواهد بود، به خاطر اینکه تابو بودنش هست که درست. یعنی اگه توی جامعه ما بودیم که این تابو نبود و این حساسیت رو نبود، یک تنفروش بله آرمین، هیچ وقت این تابو صفر نمیشه. تو شاید یک روزی رو روی کره زمین ببینی که همه 99% آتئیست شده باشن، بسیار
جهان پیشرفته شده باشه، ولی منتظر اون روز به نظر من. خب ببین پس بذار من یه درست اوکی باش ولی همونجوری که این تابو رو نمیشه به طور کامل حذف کرد، تن فروشی هم نمیشه به طور کامل حذف کرد، تن فروشی هم با ما خواهد بود. خب پس برای همین بهتر ما باید در راستای حرکت بکنیم که زندگی برای این تن فروش ها راحت تر بکنیم، درسته؟ بله. اوکی خب پس تابو زدایی باعث میشه که تن فروش ها بتونن یه زندگی نرمال تری داشته باشن، درسته؟ بله، تابو زدایی باید کار بشه، ولی نه اینکه تشویق کنیم خیلی عادی سازی کنیم، بگیم نه من یه شغل مثل بقیه شغلا. بله درست. شغل مثل بقیه شغل ها نیست تمام. یعنی تابو زدایی بکنیم ولی هزینه هاش هم آگاهی سازی کنیم. یعنی آقا نه ببینید من تن فروش رو چه موقع قابل میدونم؟ فردی که واقعا موقعیت پیشرفت رو نداره، موقعیت این که واقعا از یک راه بهتر اگر تلاش کنه کنه میتونه برسه به اون درآمد. باشه من قبول کردم دیگه، من حرف شما قبول، شما تابو زدایی میکنین. هولسی هستن که واقعا گزینه دیگه براشون نیست، میمیرن. نه ببین ما حالا یک ببین یک کسی ما من میگم حتی کسی که احتیاجم نداشت، خب ما اگه تابو زدایی بکنیم و بهش این این تشویق نکنیم کار ما درسته دیگه. ما تشویق نمیکنیم، آگاهی سازی میکنیم، هزینه هاش هم داریم چیز میکنیم، داریم تبلیغ میکنیم، درسته؟ ولی در این حال حساسیت زدایی هم میکنیم به خاطر کسایی که تو این صنعت هستن و اینقدر فشار جامعه جمهوری بی خدایان.